مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان گفته اتصال قندهار به چابهار ایران جز اولویت‌های اصلی افغانستان است. مصطفی رضایی مدیر عامل این کنسرسیوم افزوده که راه آهن چابهار به ملک تا نیمه اول سال 1404 به بهره برداری اولیه خواهد رسید و همچنین گفته که سایر خطوط ریلی افغانستان معیار طراحی شده و راه آهن هرات به ترکمنستان نیز به راه آهن استاندارد تبدیل خواهد شد. برای واکاوی بیشتر این خبر همکنون آقای محمد رضا فیاض مدرس دانشگاه و آقای آگاه مسائل اقتصادی را در برنامه با خود داریم. آقای فیاض سلام بر شما، اجازه بدین سوال هم مطرح بکنیم. اتصال قندهار به بندر چابهار ایران از چی اهمیت برای افغانستان برخوردار است و تا چی اندازه به نظر شما در رشد اقتصادی کشور نقش خواهد داشت؟ با نام خدا سلام بر شما و بینندگان محترم تلویزیون تمدن. خب طبیعتاً پروژه‌ای به بزرگی بندر چابهار طبیعتاً پیامدهای اقتصادی و ترانزیتی بزرگ و کلانی برای نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمامی شرکای این پروژه میتونه داشته باشه. از همان ابتدا ایران و هند با مشارکت افغانستان سعی در فعال کردن بندر چابهار و بهبود وضعیت ترانزیتی منطقه داشتن. هر کشوری اشتراکای این پروژه‌ن در حقیقت منافع اهداف بلند مدت و استراتژیک خودشان را به لحاظ اقتصادی و همچنین به لحاظ ژئوپلیتیک در منطقه و جهان دنبال کردن و طبیعتاً راه اندازی و با افتادن این پروژه و اتصال کشوری مثل افغانستان که کاملا بهاد پروژه است و دستیابی به آبهای بین‌المللی طبیعتا برای هر کشور افغانستان میتونه حائز اهمیت بسیاری باشه. خب طبیعتا در این بین ولایت های جنوبی افغانستان طبیعتا مسیر اصلی ارتباط افغانستان با مناطق مرزی کشور بلوچستان و بندر چابهار خواهند. از این بابت اتصال افغانستان و بندر چابهار از طریق راه ها و پلتفرم های مختلف ارتباطی که طراحی شده در قالب این پروژه میتونه ارتباطی و ترانزیتی ما برای کالاهای وارداتی و صادراتی تسهیل کنه. بله ممنون آقای فیاض. بخش خصوصی و حکومت افغانستان از مدت ها پیش به دنبال راه بدیل تجارت با پاکستان است. وصل شدن افغانستان به بندر چابهار چقدر میتونه گزینه مناسب باشه؟ خب همونطور که اشاره کردم گزینه مناسبی هست، چرا که پاکستان تجربه ما از روابط تجاری و ترانزیتی با پاکستان نشان میده که پاکستان همواره در ارتباطات ترانزیتی به افغانستان مسائل سیاسی را ملحوظ کرده و از این اهرم به عنوان یک اهرم سیاسی گاهن استفاده کرده برای اعمال فشار بر افغانستان. طبیعتاً در چنین وضعیتی پیدا کردن و ایجاد یک گزینه آلترناتیو برای تجارت و ترانزیت کالاهای افغانستان حائز اهمیت بسیار است. اما این پروژه چالش هایی را هم فراهم خودش میکنه که بندر گوادر پاکستان حالا تحت حمایت چین هست به عنوان رقیب اصلی بندر چابهار نام برده میشه و با بزرگی از سرمایه گذاری که در بندر گوادر پاکستان داده حتی این موضوع با چالش مواجه است. حالا باید دید که آیا این اشتراک استراتژیک بین افغانستان، ایران و هند مؤثریت تا تمامی خواهد دید یا در مقایسه و در رقابت و در جنگ متوقف خواهد شد. سپاسگزارم از حضور شما آقای محمد رضا فیاض مدرس دانشگاه و آقای آگاه اقتصادی در برنامه ما. ممنون، وقت شما بخیر.